ببین در فرهنگ یونانی هر موجودی میتونه آلته داشته باشه، چه خدا، چه انسان، چه حیوان، چه جامعه. در واقع آلته در تاریخ تشابهات میکنه سه عنصر داره. عنصر اول کارکردش هست، یعنی اون شی برای چیزی که کارکردی که در نظر گرفته شده بتونه از اون کارکرد برگرده. دو پایداری هست، در اون کارکرد پایداری داشته. سه و این جالب عنصر سوم که شده ها در کتاب دی انفاندین در فیلوزوفی در سر آغازهای فلسفه ها میدونه، این عنصر سوم جالب، عنصر سوم زیبایی هست. مثالش این هست که یک کارد رو در نظر میگیرید، این که کارد برندگی خوبی داشته باشه، شرط اول هست این که نشکن، این که دستش خوش داشته باشه و بتونه خوب نگه بده کارد، واسه خراب شدنش نشه، این پایداری هست. و اینکه شکل زیبایی داشته باشه، این مثال زیبایی در فرهنگ یونانی چیز عجیبی، واسه توجه داشته، جای بحث اینجا نیست، فقط همین رو عرض کنم. این تصور رو داشته باشین، یک اسب وقتی که در جنگ خوب میتازه و اینی که در این تاختش هم کوتاهی ندارد و اینی که خوش فرمه و زیباست، آرته اصلی رو داره. یعنی که شما وقتی که یک سنگی رو مثلا برای نشانه در جای این سنگ اون فرمی رو که داره برای اون کار به درد میخواه، این سنگ کوچکی نباشه، از دور معلوم نباشه، ولی بتونه مستقر باشه، اگر اون سنگ دیگه هست بتونه وایسه نیفته، ویژگی اون سنگ بودنش رو داره. از اون آرته در همه چیز میشه، خدایان هم به همسه مثل آرته مطمئه جلو یه بحث دیگه پیامد این مطلب شد و اون مطلب میشه. بنابراین وقتی که داریم آرته حرف میزنیم، تصور اولیه از کار کرد هست، کنش هست، اما این کنش با ویژگی های خاصی آرته میشه. با توجه به اون ویژگی ها هست ما به یه اصطلاحی میرسیم، این اصطلاح کلیدی هست مثلا در قرن پنجم کالو گاتیا، از ترجمه کالوس و آگاتوس هست، کالوس کاری آگاتوس یعنی نیکوس شهروند. این در واقع ادعای اصلی ارسطوکرات های اشراف که به تبار خودش افتخار میکنم که ما هم زیبایی هم نیک، اما رفته رفته مبدل به یک تقریحی برای دموکراسی رفته. یک شهروند هم باید زیبایی داشته باشد، این زیبایی تنها زیبایی ظاهری نیست که البته مهمه در فرهنگ یونانی، توجه داشته مثلا در اسپارت آدم های چاقو میکشتن. زیبایی یک زیبایی ظاهری داریم، زیبایی در کلام داریم، زیبایی در اندیشه داریم، زیبایی در عمل. این وجوه مختی زیباییه که شهروند باید داشته باشه و همچنین نیک باشه. من این رو عرض کردم که توجه وقتی داریم سقراط از آرته هست باید آرته رو بینیم، آرته به عنوان کالو کاگاتیا هست، این که آرته باعث میشه زیبا و نیک بشه. بعد اینجا این نکته مطرح میشه که در نگاه در افلاطون و محاوراتون ما دو وجه میبینیم، یکی در مورد آرته، یک وجه اینه که آرته از بخش های تشکیل شده که چهار بخش البته، شجاعت، سفرزانه ششنگاری، یکای زانه ادالت و صوفی دانه گوهی میکی از چهار بخش داشت میشه، اما در محاور جمهور به خصوص متوجه میشیم که این چهار بخش در واقع یک بخش هست و اون صوفی ها هست. این که آیا کار تمام و کامل موضوع افراد پرداختن به صوفی ها با درک دانایی فضیلت چیست، یا این که نه ما اجزای مختلف فضیلت رو بشناسیم، نسبت بین اینها رو بشتیم، نه به این صورت که استحاله پیدا کنیم به دانایی، بلکه در دانایی انگار به هم پیوند کنیم. این دو نوع تفسیر مختلفی که میشه از بحث آرته در فلسفه.
در هر صورت با عنوان یک مقدماتی اینجا افلاطون مشخصا کل مفهوم فضیلت بعد از این در امتحان این نقطه رو مشخصا به جای که کل بحث آرته رو مد نظر داشته شد این به نظر میرسه که به اون آرته بخش کامل متضای هم هستن و میخواد در اینجا شجاعت تا اینکه میرسیم به این پرسش شجاعت